اگر کیفیت دوربین گوشید ضعیفه و میخوای بهترش کنی و اگر خوب و میخوای عالیش کنی حتما این ویدیو رو تا انتها نگاه کن. سلام عمر فاوندر ان شاء الله تو خیلی خوب باشه من حسین هستم و خیلی خوشم میاد به ویدیو جدید اگه که داخل این ویدیو در مورد موضوع صحبت کنیم که ما می‌خوایم کیفیت دوربین گوشیمونو حالا به هر نحوی که میشه ببریم بالا و توی این ویدیو می‌خوام کاملتون توضیح بدم و اینو مطمئن باشید با دیدن این ویدیو کیفیت عکساتون بعد از دیدنش خیلی میره بالاتر قبل از اینکه بریم سراغ شروع ویدیو حتما حتما این دور لایک کنید اگر از محتوای کانال من خوشتون میاد خیلی ممنونم که کانال منو سابسکرایب کنید حرف دیگه باقی نمونه بدون معطلی بریم سراغ شروع ویدیو خب همونطور که بهتون گفتم قرار تو این ویدیو بهتون چند تا نکته بگم که باعث میشه کیفیت دوربین گوشیتون بهتر بشه نکته ای که اینجا وجود داره خب ما طبیعتا کار خاصی روی سخت افزار دوربین گوشی نمیتونیم انجام بدیم در واقع هیچ کاری نمیتونیم انجام بدیم سخت افزار چیزی که غیر قابل تغییر عدد مگاپیکسل کیفیت کلی دوربین که غیر قابل تغییره و شما هر هر اپی هر نرم هر چیزی نصب کنی چه کارهای مختلف انجام بدی آنچنان تغییر خاصی نمیتونی توش ایجاد کنی و یه چیزی که ثابت و نمیشه تغییرش داد اما من گفتم میخوام کیفیت عکسی که میگیرید ببریم بالاتر نه صرفاً کیفیت اون دوربین رو ببریم بالاتر و این کارو شما خیلی ساده میتونید با استفاده از نرم افزارهای مختلف ادیت که بهترینش قطعا لایتروم موبایل هستش و یه خروجی با کیفیت از همون نرم افزار یه عکس خیلی با کیفیت تری داشته باشید و داخل این ویدیو هم دقیقاً می‌خوایم همین کار کنیم می‌خوام با استفاده از نرم افزار لایتروم بهتون یاد بدم که چجوری میتونید یه سری المان ها رو و یه سری مقادی رو توی اون نرم افزار تغییر بدید تا بتونید کیفیت عکس بالاتری داشته باشید و اون ضعفایی که عکستون داره مثلا شارپنس دوربینتون کمه با شارپنس خود نرم افزار ببریدش بالاتر و این کار رو میتونید نرم افزار لایتروم انجامش بدیم و بریم داخل نرم تا تا بتونم یادم که چه جوری میتونید این کارو بکنین یه نکته کوچیکم این وسط بهتون میگم که شما 500 هزار تا نرم افزار مختلف هم تست کنی برای افزایش کیفیت دورونه گوشی هیچ کدومش هیچ کار خاصی نمیکنه نهایتا یه خیلی کارو بخواد خفنی بکنه دقیقا همین کاری که ما قرار الان با ادیت انجامشون بدیم و همون نرم افزار میاد انجام میده اما مشکل اینجاست که شما اونجا هیچ کنترلی روش نداری و نمیتونید دستی جابجاش کنی اما خودش کلا یه چیزی که داره روی همه عکس میندازه ولی شما داخل این ویدیو یاد میگیرید که به اون نرم افزار اصولی این کارو بکنید حالا بریم سراغ نکته مختلفش نکته نکته اولی که خیلی از دوربین ها حتی دوربین های آیفون هم این مشکل رو دارن و تو اکثر عکسشون اکثر مخصوصا توی شب اتفاق میفته نویز بیش از حد تصاویره حتی توی گوشی پرچم دار قدیمی آیفون حالا آیفون 15 رو هنوز من نمیدونم آیفون 14 هم خیلی تستش نکردم ولی حتی توی آیفون 13 پرو مکس و 12 پرو مکس هم این مشکل رو داشتیم که وقتی شما توی شب عکس میگیری عکستون به شدت و مقدار خیلی زیادی نویز داره و شما اینو بعد با استفاده از نرم افزارهای مختلف که حالا ما می خوایم بالایش می کنیم انجام بدیم و کنترلش کنیم چیکار می کنید میید بخش دیتیل و از اونجا دو تا گزینه داره ما اینجا یه ای گوزنه شارپنس داریم که حالا جلوتر بهش میرسیم و یه گزینه نویز ریداکشن داریم شما واسه از اون گزینه نویز ریداکشن هر چقدر مقدارش رو بیشتر کنید یه کوچولو از اون شارپنس عکستون کم میشه و از نویز عکستون هم گرفته میشه این کار میتونه به اون گلوبولی ها، گلگولی های رنگی که تو تصویرتون داره که ما اصطلاحا هم بهشون میگیم نویز کم کنه و یه تصویر بهتری بهتون بده اما حالا اینجا یه ای نکته ای داریم که دقیقا همون نکته شارپنس آنه. این کارو چیکار این کارو چه جوری جبرانش کنی خب شما وقتی نویز رو زیاد کنی از شارپنس عکس داره کم میشه همون بالاش دقیقا تو بخش دیتیلز یه گزینه شارپنس هم وجود داره که با اضافه کردن اون مقدار شارپنسه. شارپنس شارپنس تصویرتون یه کوچولی برمیگره اگر که تصویرتون نویز نداره فقط شارپنس رو زیاد کنید تا جایی که عکستون به هم نریزه و اگزجره نشه اون مقدار شارپنسه پس اگر که نویز داره تصویرتون یه مقدار نویز ریداکشن رو زیاد کنید و اگر که نویز نداشت فقط شارپنس رو زیاد کنید و این مقادیر رو یه کوچولو بالا پایین کنید که به عکس بهتری برسید و اینجا باید خودتون توی طولانی مدت با تجربه کردن این مقادی رو جابجا جا کردنشون به یه بهتری برسید پس باید باش کار کنید تا کارش دستتون بشه که ببینید چه جوریه یه نکته کوچولو راجع به این نویز ریداکشن بهتون میگم که وقتی شما نویز ریداکشن رو زیاد می‌کنی اون پایینش دو تا مقادیر دیگه داره که اون پایین اگر دیتیل رو شما یک مقدار, بیشتر، یک مقدار بیشتر کنید همون یه کاری مثل شارپنس رو براتون انجام میده که وقتی نویزی داکشن رو انجام میدی اون دیتیل رو زیاد ازش نگیره تا مقداری که خیلی تصویرتون رو غیر طبیعی نکنه اون دیتیلر رو هم میتونید کشور رو زیادش کنید نکته بعدی که خیلی مهمه و حتما اینو باید گوشتون اصلاح کنید مخصوصاً اگر گوشیتون دوربینش خیلی ضعیف هستش اون بحث داینامیک رنج داینامیک رنج چیه توی دوربین گوشی و حتی توی چشم خودمون یه داینامیک رنجی داریم یعنی مقدار سیاهی ها و سفیدی های خاصی رو می‌بینیم مثلا داینامیک رنج چشم انسان اگه اشتباه نکنم 14 و بیشترین حد ممکنه و وقتی که شما مثلا به یه جایی میرید که خیلی نور زیاده اگه به بیش از حد اون بخش روشن نگاه بخش تاریک و سخت و اگه بخش تاریکو نگاه کنید اون بخش روشن سخت امید دقیقاً تو دوربین گوشی هم همین جوریه تو دوربین حرفه‌ای هم دقیقا همین شکلی ولی خب مثلا داینامیک رنج دوربین‌های حرفه‌ای خیلی بیشتر از گوشی اما داخل گوشی چه اتفاقی میفته مثلا وقتی شما یه رو میگیرید از یه محیطی که هم نور آفتاب و یه مقدار نور زیادی توش وجود داره و هم یه جایی هستش که تاریک تره اون بخش تاریک عکستون هر چقدر که جزئیات بیشتری داشته باشه و اون بخش روشنتونم هم جزئیات بیشتری داشته باشه اصطلاحا هم میگیم دوربینمون دوربین گوشیمون داینامیک رنج بالاتری داره حالا یه دوربین گوشی هستش که گوشی ضعیفی هستش اون بخش تاریکو رو بیش از حد تاریک نشون میده و اون بخش روشن رو بیش از حد روشن نشون میده و داینامیک رنج ضعیف و پایینتری داره و ما اینو میتونیم دقیقاً با ادیت کنترلش کنیم چه جوری میده بخش اکسپوژر و اون داخل بخش اکسپوژر شما باید دو تا مقادی رو تغییر بدید مقادیر اولی که باید تغییر بدید هایلایت ها و شادو ها تون رو چون که اگه مثلا عکستون یک مقدار بیش از حدی بخش سفیداشو و بخش روشنی های سوخته تون رو کم میکنید و اگر که بخش روشن بخش تاریکتون به شدت تاریک شادو رو زیادش کنید در واقع ما کلا توی همه عکسامون هم این کارو انجام میدیم اگر ویدیوهای ادیت منو دیده باشید توی 90 درصد ویدیوهای ادیت هم میگم اینو بهتون که شما باید ها تون رو کم کنید که روش شنیار رو کنترل کنید و هاتون رو زیاد کنید که جزئیات بیشتر به عکسون و دقیقا این کار رو شما با ادیت انجام میدید که اون داینامیک رنج تصویرتون خیلی بره بالاتر حالا تو همین بخش یه کار دیگه هم میتونید بکنید اونم اضافه کردن دی هیز دی هیز هم تقریبا میاد یه همچین کاری میکنه و ولی یه مقداری متفاوته نمیدونم دقیقا چه میشه توضیحش داد ولی اون تاریکی‌ها رو که شما جزئیاتش رو بیشتر کردید میاد بهتر نشونش میده و یک مقدارم توی دی هیز رو بیشتر کنید که فکر کنم کمک کنه به عکستون حالا دو تا نکته کلی دیگه هم بذارید بهتون راجع به این ادیتا بگم که شما میتونید بهتر کنید عکستون نکته اولی که واسه بهتر شدن عکستون میشه افزایش دادن کنتراست کنتراست میاد چیکار میکنه میاد غلظت های رنگتون رو بیشتر میکنه و رنگتون رو بهتر نشون میده اگر تصویری دارید که رنگی پنگی و کلا رنگاتوش میخواید بهتر دیده بشه کنتراستتون رو یک مقدار بیشتر کنید مثلا اگر عکسی از فضای باز یا آسمون گرفتید حتما از افزایش کنتراست استفاده کنید که میتونه عکستون رو خیلی زنده تر و خوشگل تر کنه اما بیش از حد این کارو نکنید که خیلی عکستون رو به هم میزنه و در کنار اون استفاده کردن از کلریتی هم میتونه به عکستون کمک کنه یک مقدار افزایش دادن کلریتی جزئیات بیشتری به تصویرتون میبخشه اما دقت کنید که بیش از اضافه کردن هر کدوم از این دوتا یعنی کنتراست و کلریتی میتونه به طور کلی عکستون رو نابود کنه همچنین راجع به ساتوریشن و وایبرنس هم دقیقا همین نکته است اگر شما وایبرنس وابر... و ساتوریشن رو بیش از حد زیاد کنید کاملا عکستون به درد نخور میشه اما یک مقدار زیاد کردنش میتونه یه جلوه بهتری به عکستون بده کلا همه این چیزا راجع به کلریتی و کنتراست و ساتوریشن و وایبرنس کلا به نور و رنگ عکستون خیلی میتونه کمک کنه اما باید حواستون باشه که به اندازش این کارو انجام بدید بیش از حدش خراب میکنه به اندازش عکس رو فوق العاده میکنه خب این همه نکاتی بود که راجع به لایت رو میتونستم بهتون بگم که این ادیتور روش انجام بدید اگر دیگه دیگه‌ای هم هست مثل فتوشاپ یا حتی لایتروم که روی سیستمتون استفاده می‌کنید همه این نکات رو روش انجام بدید و عکستون رو واردش کنید و یه عکس با کیفیت‌تر ازش خروجی بگیرید و حواستون باشه که حتما روی بالاترین حالت هم خروجی بگیرید که افت کیفیت نداشته باشید خب این بود از همه نکاتی که باید بهتون می‌گفتم مرسی که تا انتهای ویدیو همراه من بودید امیدوارم که از این بعد بتونید خروجی‌های بهتری از دوربین گوشیتون داشته باشید دمتون میتونم که تا انتها با من اومدید امیدوارم که این ویدیو براتون خورده باشه حتما اگر به دردتون خورد میتونید برای دوستاتون بفرستید یه کامنت کوچولو هم اگه برام بذارید منو خیلی خوشحال میکنه دمتون گرم که تا انتها با اومدید. کام سه بار این جمله رو گفتم ولی مهم نیست. خیلی دوستتون دارم و تا ویدیوهای بعدی می‌بینمتون و خیلی مخلصم.